در زمینه اهل بدعت ما یک حدیثی داریم که در ضمن اون حدیث آمده است که هرگاه اهل بدعت رو دیدید فباهتوهم باهتوهم. این باهتوهم از ماده بهتر و این بهتر دم در دم، یعنی این ماده بهتر در دو مورد به کار برده می شود، یکی در مورد مبهوت کردن، محکوم کردن و متحیر ساختن که در خود قرآن آمده است که حضرت ابراهیم با اون جبار زمان خودش که مباحثه کرد در نهایت امر تبهت الذی کفر، یعنی در مقابل منطق ابراهیم در موند، مبهوت شد، محکوم شد، مبتذل شد. بحث بین در مورد بهتان هم، یعنی دروغ جای کردن، در اون مورد هم آمده است که باز بهتان هم میدونیم که سبحانه که هذا بهتان عظیم، یعنی دروغ، دروغ بزرگ. شیخ انصاری در یک وقت تحره کرده از تصریح میکند که آقا معنای این که با اهل بدعت اگر روبرو شدید باهتوهم، یعنی با منطقی قوی با اونها روبرو بشید، مبهوتشون بکنید. اون چنان که ابراهیم با جبار زمان خودش با نمرود زمان خودش مباحثه کرد و مبهوتش کرد، فبهت الذی کفر. اهل بدعت را با منطق وارد بشید، مردم بفهمن اینها اهل بدعت هستن، دروغ میگن، محکومشون کنید، مباحثه بکنید باشون. یه عده از این آمدن اینجور استفاده کردن، گفتن اگر اهل بدعت را دیدید اینجا دیگه دروغ گفتن جایزه، هر نسبتی میخواید به اینها بدید، هر دروغ میخواید ببندید ببندید، دروغ بستن جایزه. یعنی برای کوبندن اهل بدعت که هدف مقدس است، از این وسیله نامقدس یعنی دروغ بستن استفاده بکنید. حالا این حالا یه خورده دارش وسیعه تر میشوند. بعد آدم های حسابی هرگز چنین حرفی رو نمیزنن. آدم های ناحسابی گاهی وقتا دنبال بهانه اند. آقا مکائد نفس عجیب است، مکرهای نفس اماره عجیب است. انسان گاهی اون چنون نفسش مکر میکنه که خودش هم نمیفهمه. فرض کنید شب مثلا ولادت پیغمبر است، میخواد جشن بگیره، خب شب سروره. حالا که شب سروره فسق و فجور به جا میاره، ای شب سروره، شب ولادت پیغمبر، مگه اشکال داره؟ شب سروره دیگه، من با خاطر پیغمبر چنین کاری میکنم؟ یه دفراد داستانی هست، وقتی من شهیدم داستان خیلی قدیمی، اون وقتی که یه شهید به اصطلاح چیز داشت، گفتن یه نفر رفت دم دکان عرق فروشی گفت که یه شهی عرق بدید. عرق فروش گفت آقای یه شهی که عرق نمیشه. گفت نه خط چی میشه، خب لقیه یه شهی میشه چیزی. او اصرار میکرد که نمیشه. یه آخر که بابا تو اگر مثلا فرض کنی که یک قرون اگه عرق میشود همون تقسیم بکن بر 20 همون رو دارن. گفت این معنیش اینه که من ته یه استکانم مثلا پر نشه. گفت همون رو بده. گفت بابا جون مردم عرق میکنن که مست بشن، خب پایدش چه رو به تو بودن؟ گفت تو همون رو بده، بدمستیش با خودم. بعضی از مردم دنبال بهانه هستن برای بدمستی، دیگه بدمستیش با اونها یه بهانه پیدا بکند برای هرزگی کردن بدمستی. خب اهل بدعت را به ما اجازه دادن هر دروغی که دلمان بخواد برای اونها جعل بکنیم جعل بکنیم. بعد با هر کسی که دندون پیدا میکنه و کینه شخصی پیدا میکنه فوراً اون را یه نسبتی بهش میده، یه تهمتی بهش میزنه، بعد میگه خب اون اهل بدعته. اون وقت شروع میکنه به جعل کردن، به دروغ گفتن، به تهمت زدن. چرا میگه به ما اجازه دادن؟
اون وقت شما ببینید بر سر دین چی میاد. فرنگی ما به ما میگه الغایات تبرر المبادی. هدف آقا باید خوب باشه، هدف که خوب بود وسیله هر که شد شد. متقدم ما به ما میگه آقا باهتو هم به ما اجازه فرمودن، گفتن باهتو هم حق داریم هر چه دلمون بخواد بگیم بگیم و میگه هر چه دل خودمون بخواد. اون وقت ببینید به سر دین چی میاد.